داستان زندگیش با بقیه یه عرازل و گندلات ها فرق می کرد. توبه کرده بود اما نه اینکه خلاف نکنه یه جور دیگه دستش تو خلاف بود و با عرازل و گندلات های رقیب و دشمنش برخورد می کرد. آشپزخونه هم داشت و مخفیانه فعالیت و تولید می کرد و باج می داد و حمایت هم می شد. اما با خیلیا کلکل کل کل داشت و هنوز بین اونو خیلی از عرازل و باشای کرج اختلاف های حل نشده ی زیادی بود و کینه زیادی هم ازش داشتند. همدیگر رو تهدید میکردن و اینکه میان بالا سرتو میکشمت بین اونها بالا میگیره و یه درگیری با یکی از بچه های اقوام باعث شعله شدن کینه و تهدید گذشته میشه و هر کدومشون سرنوشتی جز مرگ پیدا نمیکنن نامش مسعود ابراهیمی بود عرازل و گندلات اوقافی کرج که به دست میسم و میلاد بیده به قتل رسید

سلام دوستان به کانال آدم بعدها خیلی خوش اومدید مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید و اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید کرج برای خودش فقط اسم یه شهر نیست یه پایگاه برای خیلی از لاتا و خلافکارها که تو این شهر دو ملتی هر کاری دوست دارن انجام بدن و قانونم کم بیاره جلوشون از پرشیا سفیده یه پلک 68 گرفته تا کشتن قوی ترین مرد ایران و کلی به زهکاری عجیب و وحشتناک که میتونه سالها بحث جامعه شناسی و فرهنگی رو تو خودش بگنجونه هر محله برای خودش یه گندلات و اوباش معروف داشت و هر کدومشونم سرنوشتی متفاوت داشتن مسعود ابراهیمی گندلات و اوباش بود اما نه اونقدر که بشه با خیلی از اسامی بزرگ مقایسه بشه توی محله خودش و اطرافش تقریبا شناخته شده بود و البته طرفدار هم داشت هیئت عزاداری داشت و بیشتر گندلات ها و عرازل و اشغلاتی ها مثل مهدیه امینی هم که از رفقای نزدیکش بود پاتوقشون محرم ها هیئتشون بود اونایی هم که میخواستن لات ها و گندلات یک کرج ببینن و اشغلاتی داشتن میومدن و شلوغ بودن هیئتشون هم میتونست همین دلیل باشه البته محسود زندگیش پر درگیری و نزا بود و بدنش کم جای زخم تیزی و غمه و چاغون نبود از درگیری با حسن اسماعیلی تو زورآباد و علی گربه گرفته که بعد جوری شکمشو زدن تا درگیری توی باغ که ریختن سرش از همه اینا جون سالم به در برد و بعدها به گفته خیلیا رفت سر وقتشون و انتقام هم گرفت اما دیگه گذاشته بود کنار شرارت و به گفته یه طرف داراش. بی خیال خیلیا شده بود هرچند که مخالفاش هنوزم میگن اگه آدم فروشی نمیکرد کشته نمیشد سرش تو زندگیش بود و دوتا بچه هم داشت و اگه خلاف هم میکرد مخفیانه بود تا اینکه سال 1401 ازاداری امام حسین برای اون شد هیئت ازاداری خودش <applause> همون سال این تصاویر و خبرش خیلی زود تو کرج و سطح کشور منتشر شد نیروی انتظامی با گزارش این خبر که تو منطقه اوقافیا اتفاق افتاده بود بلافاصله به محل اعزام میشن و با بدن غرق خونه مسعود و چند نفر دیگه مواجه میشن با حضور پلیس تو محل و برابر اعلام حاضران مشخص میشه یکی از شهروندان هدف گروله چند نفر فرد ناشناس قرار گرفته و زاربین بلافاصله از محل متواری میشن تو بررسی به عمل اومده اختلافات قبلی منجر به بروز این حادثه شده بود و تلاش برای دستگیری عوامل این حادثه از نخستین لحظات وقوع اون در دستور کار پلیس قرار گرفت تحقیقات نشون داد چند روز قبل مقتول با برادرزاده دو نفر از مهاجمان درگیر و اونها رو تهدید کرده که در پی اون قاتل به همراه یکی از برادرای خودش و چند نفر از دوستانش تصمیم میگیرن جهت انتقام سراغ مقتول بره. بعد از تهیه اسلحه اقدام به درگیری و قتل میکنن میسم و میلاده بیده عامل اصلی این قتل بعد از شناسایی مشخص میشه که متواری شدن و پلیس در حال ردزنی از اونها بود اما همه میدونستند مسعود ابراهیمی کاسب مواد بود آشپزخونه هم داشت ولی بله یه چیزی تو زندگی محسود بود که خیلی از ارازلا مثل میلاد و میسما اذیت میکرد اونم این بود که محسود بعد از مدت ها اوباشیگری و گندلاتی و به گفته یه خیلی ها توبه کردن مخبری هم میکرد و همین باعث کشمکش زیادی بین اون و رقیب های دیرینه خودشون یعنی میلاد و میسم بیده شد این اختلاف از درگیری بین دوتا بچه از اقوام بیده با مسعود ابراهیمی میشه و همین درگیری به شکایت اون پسر بچه به میلاد و میسم میشه یک ماه قبل از حمله میلاد و میسمه بیده به مسعود میریزن در خونه مسعود ابراهیمی و کتککاری خونینی هم اونجا سر همین دعوای دوتا برادرزاده رخ میده همین جوری کینه و تهدید و کلکل گذشته به یه انتقام سخت تبدیل میشه تهدیدهای قبل و کلکلها به گرفتن آمار از همدیگه میرسه و میلاده بیده و میسم وقتی میفهمند مسعود ابراهیمی تو تعویز روغنی تو اوقافی نشسته با خود رو میان بالا سرش و با اسلحه بهش شلیک میکنن و فرار میکنن صدای شلیک گلوله مثل خبرش خیلی زود تو کرج پخش میشه و مردم پیگیر بودن چه بلایی سر هر کدوم از طرف دعوا اومده میلاد و میسم اهل کنسول تهران بودن و بزرگ شده یه صوفی آباده کرج یه محله خلاف با چند تا پسر توی خانواده که هر کدومشون صدای پول و قدرت و لاتی ازشون یه ارازل و کاسب ساخته بود میسم داداش بزرگ میلاد بود و از اون زودتر خلاف و شروع کرده بود اما حمید برادر بزرگتر هم دستی تو اوباشی باشی داشت به سرش گرم کاسبی شد و گذاشت کنار میلاد و میسم اما سرشون درد میکرد واسه ارازلی و اوباشی و اختلاف با ارازل دیگه مثل مسعود ابراهیمی و چند تا از گندلاتای حسارک کرج اسمشون رو سر زبون میندازه مسعودم تو اقافیا برای خودش گرد و خاک کرده بود و خیلی تو محله ازش حساب می بردن و هیکل گنده و هم. ازش یه لات ساخته بود و کاسبی مواد و باشی باشیگری هم تو پروندهش داشت. درسته مسعود سرش تو زندگیش بود و به گفته یه خیلی ها خلاف و گذاشته بود کنار اما داستان مخبر بودنش و همکاری با نهادهای امنیتی و لو دادن خیلی از ارازل کرش توسط اون یکی از کارهایی بود که میلاد بیده و میسم رو حسابی عصبی کرده بود و البته کاسبی مواد مخدر توسط مسعود و پخش گردنش تو سطح شهر و محله برای میلاد و میسم که خودشون هم از ارازل و اوباش بودن سخت بود و یه جرقه یه درگیری با برادرزاده های هر دو طرف و گوشمالی اونها به دو تا بچه کاری کرد که دودش توی چشم خودشون بره و کینه و تهدید و مشکلات گذشته سر باز کنه اما حادثه انقدر سریع اتفاق افتاد و مسعود ابراهیمی و رفقای توی تعمیرگاه یکی یکی میافتادن روی زمین که حتی تو تصاویر هم تکان دهنده بود میلاد و میسن با یه خودروی ال 90 مقابل یه تعمیرگاه خودرو توقف میکنن و سه نفر از خودرو پیاده میشن که دوتای اونها مجهز به سلاح گرم از نوع وینچستر و یه نفر به قمه بودن و بلا فاصله شروع به حمله و تیراندازی به حاضران تو تعمیرگاه که هفتن بودن میکنن و بعد فرار میکنن حدود ساعت دو بعد از ظهر هفتم تیرما و حضور کسانی که باعث شد صد صدای تیراندازی رو مردم اینجا جلوی این تعمیرگاه بشنون مسعود ابراهیمی شیش هفته تیر میخوره که یکی به گردن و فکش و یکی هم به سمت قلبش حسابت میکنه که همون باعث مرگش میشه تا که رئیس کل دادگستری استان البرز در مورد این اتفاق گفته بود تحقیقات نشون داده چند روز قبل مقتول با برادرزاده دو نفر از مهاجمان درگیر و اونها را تهدید کرده که در پی اون قاتل به همراه یکی از برادرای خودش و چند نفر از دوستانش تصمیم میگیرن جهت انتقام سراغ مقتول برن بعد از تهیه اسلحه اقدام به درگیری و قتل هم میکنن طبق تحقیقات در این حمله سه نفر در صحنه درگیری و دو نفر هم داخل خودرو بودند که قاتل اصلی به اتهام محاربه و قتل ام تحت تعقیب قرار میگیره و بعد از اینکه متواری میشه حدود دو ماه بعد دستگیر میشه همچنین برادرش میسمه بیده که او هم مسلح بوده بعد از این حادثه و در حین تعقیب و گریز تو درگیری مسلحانه با ماموران کشته میشه میلاد بیده قاتل اصلی به اتهام محاربه و قتل عمد مجرم شناخته میشه ولی خانواده مسعود ابراهیمی از قصاص صرف نظر میکنن ولی چون دادگاه حکم محاربه رو هم زمین میگه پرونده میلاد کرده بود حکم اون لازم ول میشه و همین حکم در سال 1402 اجرا میشه تا پرونده این قتل جنجالی در کرج بسته بشه دوستان عزیز ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید